ریچارد بنت، کارشناس سازمان ملل متحد، حملات سیستماتیک علیه گروه‌های شیعه افغانستان را محکوم کرد. وی هشدار داد که هزاره‌ها و دیگر جوامع مسلمان شیعه در افغانستان با حملات سیستماتیک روبرو هستند که می‌تواند جنایت بین‌المللی باشد. هزاره‌های افغانستان چندین دهه است که با سوء استفاده و تبعیض دولتی مواجهند، از جمله توسط طالبان که ابتدا کشور را از سال 1996 تا 2001 اداره می‌کرد و سپس از ماه آگوست سال گذشته دوباره قدرت را به دست گرفت. ریچارد بنت درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته که هزاره‌ها و گروه‌های دیگر به طور خودسرانه دستگیر، شکنجه، به طور خلاصه اعدام شدند، از سرزمین‌های سنتی آواره شدند، در معرض مالیات‌های تبعیض آمیز قرار گرفتند و حتی به حاشیه رانده شدند. آنها همچنین مورد هدف حملات مکرر طالبان و داعش هستند. آقای عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم با ما هستند. آقای اسماعیلی سلام، وقتتون بخیر. سلام بر شما، وقت شما بخیر. سلام علیکم. آقای اسماعیلی، کمی در مورد وضعیت شیعیان هزاره پس از تسلط طالبان بر افغانستان توضیح بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که هزاره‌ها و شیعه در طول تاریخ در افغانستان از ملت‌های بسیار محروم و ستم‌دیده‌ای در افغانستان بودند در طول تاریخ. و این اگر ما برگردیم به 100 سال و اندی قبل، یک بار توسط امیر عبدالرحمن که پادشاه وقت افغانستان بود متاسفانه قتل عام شدند، و چیزی که در تاریخ می‌نویسند حدوداً 62% مردم یا کشته شدند و یا به کشورهای همسایه مهاجرت شدند. و بعد از آن هر گاهی همیشه تحت ظلم و ستم بودند. در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه متاسفانه مردم هزاره شیعه در افغانستان حق تحصیلات عالی را نداشتند، مخصوصا حق رفتن به دانشگاه‌های نظامی را نداشتند، و از رتبه خیلی پایین نظامی، یعنی از تورن به اصطلاح افغانستان یا سروان به اصطلاح ایرانی، بیشتر اینا نمیتونستن که ارتقای رتبه پیدا کنن. بعد زمانی که حکومت مجاهدین به قدرت رسید، جنگ های داخلی هم مردم شیعه و هزاره را بسیار متاثر ساختن و مظالمی که در اون موقع صورت گرفت، و بعد از آن طالبان آمدن و توسط طالبان شیعه ها و هزاره ها در مزار شریف و یکاولنگ قتل عام شد. تقریبا 3 روز در مزار شریف قتل عام صورت گرفت برای هزاره ها، در یکاولنگ همینطور و در دیگر مناطق مختلف افغانستان، از جمله یک منطقه به نام کندفوش که مربوط ولسوالی شاجوی یا شهرستان شاجوی ولایت زابل می شد، متاسفانه هزاره هایی که از مسیر قندهار به سمت غزنی یا بالعکس مسافرت داشتند دستگیر می شدند و در اونجا کشته می شدند و گروه های دست جمعی در اونجا پیدا شد. و بعد از اینکه حکومت جمهوری 20 ساله در افغانستان آمد، یک مدت خوب بود، اما بعدا انفجارها و حملات انتحاری علیه مردم هزارها در مساجد، مراکز آموزشی، مراکز ورزشی، در تجمعات مسالمت‌آمیزی که مردم داشتن به خاطر دادخواهیشان صورت گرفت. و بعد از اینکه طالبان در طول یک سال در افغانستان مجاهدان به قدرت رسیدند، مردم هزاره و شیعه مکمل از بدنه قدرت خارج شدند و فعلا به عنوان یک شهروند درجه چندم در افغانستان به حساب میآیند و متاسفانه همیشه تحت ظلم و شکنجه قرار دارند و همیشه هدف حملات گسترده انتحاری و انفجاری بوده است. به نظر شما سازمان ملل غیر از هشدار دادن چه اقدام عملی میتونه انجام بده؟ مگر چند فعالان جامعه مدنی از جمله ماها
دادپایی‌های زیادی را در کشورهای مختلف انجام دادیم، از جمله در پارلمان ایتالیا، در پارلمان انگلیس و جاهای دیگر. ما دادپایی صورت گرفته از طرف مردم، از طرف هزارها، که کشتارهای سیستماتیکی که علیه هزارها و شیعان در افغانستان انجام میشن، اینا رو به عنوان کشتارهای دست جمعی به حساب بیاین و به عنوان جنوساید به رسمیت بشناسن و توسط دادگاه لاهه عاملین این قضایا باید دستگیر بشن و به پنجه قانون سپرده بشن. و سازمان ملل متحد که شورای امنیت یک بدنی از سازمان ملل متحد است، میتونه در این راستا بسیار همکاری بکنن و میتونن دوسیه و پرونده همین تحتهای سیستماتیک علای هزارها و شیعه در افغانستان صورت گرفته و میگره اینا رو بسپرن به دادگاه بین الملل لاهه تا عاملین قضایا دستگیر بشه و به پنجه قانون سپرده بشه. تشکر میکنم از شما آقای اسماعیلی. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل، از روم با ما بودند.